اگر ویدیوهای کانال و صفحه اینستاگرام ملیکا تمامی دنبال کرده باشید میدونید که یه مدتی خیلی به شدت راجع به این صحبت میکنه که میخواد دیگه بلاگری نکنه، پیجشو تبدیل کنه، حالا از پیج بلاگری به پیج فروشگاهی، احتمالاً فروشگاه فکر می‌کنم نقره و جواهراتش باشه و مدت زمان خیلی زیادیه که داره این صحبتو میکنه و دو تا فرضیه براش به وجود اومده. بعضیا میگن که طبق معمول چون الانم مثل قبل اون اکیپی که داشته رو نداره و خیلی ها دورش خالی کردن، میخواد به واسطه این جنجال دوباره سر زبونا بیفته و ایمپرشن و ویو پیجش بره بالا، و فرضیه دوم اینه که واقعا میخواد این کارو بکنه چون خیلی خسته شد و معمولا هیت زیادی هم تو این فضا بهش داده میشه. چند مدتیه که به نظر میاد دیگه ملیکا میخواد آخرین کاراش و آخرین تبلیغات بلاگری که گرفته رو انجام بده و آخرین ویدیوهایی که گرفته رو پست بکنه از این فضا بره، و این کارم دوباره با یه جنجال خیلی زیادی انجام داد. دیروز یا پیروز بود که یه کلیپ عجیب و غریب توی صفحه اینستاگرامش گذاشت که تقریبا میشه گفت که هم خودش به شکل ضمنی گفت، هم همه متوجه شدن که این کلیپ مربوط به رابطه گذشتهش با علی یاسینی و بچه‌ای که به وجود اومده و اینکه دقیقاً چرا اون رابطه تموم شده میشه، و اینم به شکل خیلی عجیب و غریبی نشون داد. یکی از یونیک ترین کاراش فکر می‌کنم بود. همسر شما به خاطر مصرف مواد مخدر آسیب جدی به مغزشون وارد شده. بهتره بگم به بیماری پارانویا مبتلا شده. چقدر مصرف می‌کرد؟ تو یک ماه تقریباً هر روز مصرف می‌کرد که بعدش تشنج شد. با تحت مراقبت قرار می‌گیره. کجا رو بعدم می‌کنه؟ زود یادت رفت خلایی که داریم ما دیگه اتا با هم حرفی نداریم که بمونم با هات یا برم هر شبم پر از آل بر یکی نیاد به جم درست وسط قلبه چی میشه بعده یکی نیاد به جم درست هر دو هم تو بلا تکلیفی بیا تیش تو سر ما بیرونیم اسمان تو چه به موقع رسیدی. حالا بریم آخرین کلیپی که ملیکا توی صفحهش گذاشت و داره داستان جداییش از علی یاسینی و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاد و کی باعث شده رو با هم دیگه ببینیم که به نظرم یکی از جنجالی ترین کارهایی بود که اخیراً انجام داد. متوجه شدی کسی که نقش پسر این ویدیو سناریو رو بازی میکرد خیلی از نظر تایپی به علی یاسینی میخورد و این هوشمندانه قطعاً انتخاب شده بود، و همون شروع کلیپ خیلی عجیب و غریبه، یعنی واقعا آرتو میشه توش دید نسبت به کارهای دیگه‌ای که خود ملیکا انجام داده یا توی اینستاگرام انجام میشه. یه نفر داره از بالا عین مثلا عروسک خیمه شب بازی تناب بسته شده به این دو نفر و یه نفر از بالا داره کنترلشون میکنه. به نظر میاد که خودشون خیلی مشتاقن که به هم برسن و دارن خیلی ذوق میکنن، اما اون کسی که اون بالا هست هی داره مانعش میشه و بعد تفنگ در میاره اون پسر این داستان و حتی خودش هم نمیخواد شلیک بکنه. یعنی اون شلیک کردن تفنگ هم به نظر میاد که از سمت بالایی البته فرضیه مختلف برای این درست کردن، و بعدش هم که تیر میخوره خب تنابش پاره میشه و بعدش هم دوباره اون پسر
خیلی ناراحت و غمگین میشه و میاد گل روش میپاشه و یعنی یه جوری به نظر میاد که یه عشق کاملا دو طرفه است که هر دو طرف دوست دارن با هم یه دوست باشن. و خیلی جالبه که اون مردی که داره کنترلشون میکنه از بالا عصا داره، یعنی یه پیره، یه آدم جوون نیست و همین باعث شد که خیلی ها بیان بگن که منظورش پدر علی یاسینیه و ماجراهایی که قبلا داشتن و خانواده یاسین چون به شدت مخالف بودن با ازدواجش با ملکا تمامی. و این کلیپ هم یه جورایی داره همون ماجرای کنترلگری خانواده علی یاسینی نشون میده. توی کامنت ها هم واکنش‌های خیلی مختلفی وجود داشت. بعضیا شاید بگن که هیچ رفتی مثلا به علی یاسینی و این ماجراها نداره، در صورتی که خیلی از کامنت ها و لایک کردنای ملکا یا ریپلای زدناش نشون میداد که منظور خودشون هم دقیقاً همین بوده. عرفان پور محمدی که کارگردان کاره ما نوشت که این شاید بهترین و یکی از آخرین کارهام تو اینستاگرام بود. واقعا هر بار این ویدیو رو میبینم اشک میریزم. دمار کننده های ملکا هم فرضیه مختلفی رو برای ماجرا درست کردن. مثلا یکی کامنت گذاشته بود که بابای علی یاسینی بود، اش مجبورش کردن اش به ملکا دخترش رو دلش بشکنه. فکر کنم این بود ماجرا، کاش یه روزی برگرده پیش دخترش. و خیلی جالبه که حالا بعضیام از اون سمت اومدن این ماجرا رو در نظر گرفتن که گفتن هیچ کس نمیتونه کسی رو مجبور به کاری کنه اگه کسی نمیمونه، چون خودش واقعا نخواسته. که داشتم گفتن که مثلا ملکا توهم زده که خود علی یاسینی هم حالا میخواستش و عاشقش بوده و صرفا باباش داشته کنترلش میکرده که این کارو نکنه. چون قبلا هم فرضیه مختلفی بود که مثلا ملکا یه جوری عمدن اومده بچه دار شده از علی یاسینی. یه نفر توی کامنت ها نوشته بود که دوستان ته منظور ویدیو اینه که آقا علی منو میخواست، خانوادهش به خصوص آقا مرتضی یاسینی پدرشون مجبورش کرد ازم دست بکشه. البته این یه ویدیویه که شاید منظور خاصی هم نداشته باشه، ولی از اونجایی که گفت باهاش ارتباط میگیره و بغض کرد و اینا، منظور همینه. یکی از کامنت هایی که خود ملیکا هم لایکش کرد نوشته شده بود که یعنی با تمام علاقه که به هم داشتی شرایط و شاید کسایی وجود داشتن که باعث شدن نتونید با هم باشید. آره، که ملکا اومد لایکش کرد و یه جای تایید کرد که منظورش کاملا علی یاسینی بوده و اون رابطه قدیمی که داشتن. یه نفر دیگه هم نوشته بود که مرگ همیشه به وسیله تیر و تفنگ نیست، گاهی زندگی و نفس میکشی، ولی انگار که قلب تیر خورد و از نفس افتادی. یه کامنت دیگه هم که ملکا لایک کرده بود این بود که مفهوم دو کلمه است، دخالت‌های بیجا. بذارید باهاتون روک باشم. ببخشید من صدام خیلی گرفته، باید دیشب. ببین، من یادتونه که بعد به دنیا اومدن نفس، حالا موقع که بهم گیر دادن اصلا رفتم، ولی دیگه وسطش خودم دادم یکی نفری حالا از اعضای خانواده‌ام پیجام پاک کرد. یعنی گفت پاک کن و اینا، گفتم اوکی. بعد دیگه واقعا نمیخواستم بیام، یعنی گفتم که بی خیال و اینا نمیام. ولی خب بهتون قبلا هم اینو گفتم، به خاطر قسمت مالی داستان، خب من موقعی شغلی نداشتم، برگشتم اینستاگرام، وگرنه از اولم گفته بودم من بچه دارشم نمیام اینستا. وضعیت مالی واقعا اون تایم خوب نبود، ولی الان خب خدا رو شکر شغلی حالا دارم یه چیز دیگه اضافه میکنم که حسن حتی تیزرش توی تیزر معرفی که میخوام بگم این کار رو دارم شروع میکنم توی همین پیج، اصلا پیج رو نمیبندم، تو همین پیج کاری میشه، توی همین پیج تیزر رو واسه تون میذارم. حالا دیگه ممکنه از اون بعد عکسای من نباشه، یعنی مثلا مدل بیارم یعنی واسه کارا، ولی تیزر معرفی تیزر منه و اینکه نه از نظر هزینه‌ای هم برام نمی‌صرفه، یعنی از هیچ جهتی الان هیچ سودی اینستا برای من نداره که بمونم، نه مغزی نه مالی نه آبرویی. و من قول داده بودم که امسال پیجم به من پدرت سگ من قول داده بودم امسال پیجم واقعا ببندم، حالا شما نمی‌دونید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما حتما نظرتون رو درباره این کلیپ جنجالی که طبق چیزی که خود ملکا گفته جز آخرین کارهاییه که داره تو اینستاگرام انجام میده بگین. فکر می‌کنید واقعا منظورش علی یاسینی بوده؟ آیا علی یاسینی واقعا می‌خواسته با ملکا باشه و پدرش اجازه این کارو نداده، یا این مثلا یه توهمیه که ملکا داره و خود علی یاسینی هم دلش نمی‌خواسته با ملکا باشه؟ چون گفته هم میشد که اون بچه‌ای که به وجود اومده رو خود ملکا خیلی اصرار کرده که نگه بداره. و از اون سمت اینکه ملکا به نظر
نظر میاد میخواد پیجش رو ببند و مدت زمان زیادی در راجع به این صحبت میکنه برای گرفتن ویو ایمپرشن و در واقع جذب کردن مخاطبه، یا نه واقعا بعد از حالا یه هفته دو هفته قراره که این پیج تبدیل به پیج دیگه ای بشه و دیگه بلاگری هم توش نکنه. چون دلیلی هم که میاره یکی از دلایلش اون مالیات سنگینیه که بهش بستن که عددی که میگه فکر نمیکنم درست باشه، یعنی خودش مثلا میگه 70% از پول یه بلاگر رو مالیات میگیرن. اصلا امکان نداره که هیچ دولتی در هیچ جای دنیا بیشتر از 50% بخواد مالیات بگیره، یعنی ایلان ماسک هم که اون همه ثروت داره 50% مالیات میده و این یه قانونیه که همه جا هست که اصلا معنی نداره که مثلا بیشتر از 50% از شما مالیات بگیرن. شما حتما نظرتون رو بگین، مگه میدونم دوست داشتید لطفاً لایک. نه